ما یک نشاط خاصی رو مجدداً در جامعه و مردم کشتی دوست ما ایجاد بکنه. عطری رو با دو بنده آبی در گیرنده های خودتون مشاهده می فرمایید. بازرگانوف با دو بنده قرمز که نام و نشان زیادی رو به لحاظ کسب عناوین قهرمانی در سطح جهان نداره، اما عطری ما یک بار در واقع در 55 کیلوگرم او عنوان پنجم جهان رو به دست آورده. صاحب مدال نیست، اما لیاقت کسب مدال رو داره. رضا عطری داور وسط تذکر میده به بازرگانوف. بهنام احسان‌پور با عطری صحبت میکنه. بهنام و عطری زمانی هر دو در یک تیم کشتی گرفتند و حالا بهنام بعد از جدایی از دوران قهرمانی در خدمت بر بچه های تیم ملی به عنوان مربی هست. اولین تذکر و اولین اخطار داور به بازرگانوف تذکر میده و عطری بایستی حواسش رو جمع بکنه، از فرصت ها به خوبی استفاده کنه، دستاش روی سرگردن کار میکنه. در این کار کردن ها فضای لازم رو برای یورش و زیرگیری بایستی ایجاد بکنه. هنر کشتی ما در زیرگیری است، ضمن اینکه ما بایستی همه جای کشتی رو بلد باشیم. در بعضی از اوقات، گاهی اوقات وقتی عقب هستیم، یک دوکت سالتو، یک پیچ پیچک، یک کولنداز میتونه ناجی ما باشه و کشتی رو به سود ما تغییر بده. خب فرصت 30 ثانیه‌ای برای کشتیگیر دو بنده قرمز اخطار 30 ثانیه رو گرفته و حالا اگر در 30 ثانیه پوان نگیره، اینجا عطری میره به پشت حریف، میره که اون رو در خاک بنشونه، این کار رو انجام میده، دو امتیاز به دست میاره. اگر 30 ثانیه تموم بشه و بازرگانوف پوان نگیره، یک امتیاز دیگر برای عطری در برگه داوری ثبت خواهد شد. چقدر هوشیارانه عمل کرد. اینه کشتیگیری که میخواد قهرمان دنیا بشه، باید قدر لحظه ها رو بدونه. یک لحظه استثنایی چقدر زیرکانه عطری موفق شد کمرگیری کنه، در پشت حریف بنشینه و حالا اون یک امتیاز 30 ثانیه رو هم در برگه داوری و تابلوی زمان سنج به سود رضا عطری ثبت میکنه. نتیجه 3-0 هست. یک بار دیگه زیر رو از مچ پا قصد داره بگیره. میشنوید صدای شیپور ایران ایران رو. همچنان علاقمندان به کشتی در بلگراد با تشویق های یک پارچه و یک صدای خودشون عطری رو تشویق میکنند. خب داور و قاضی درخواست اخطار کمکاری میکنند. این اخطار 30 ثانیه نیست، اما دفعه بعد اگر عطری کم کار نشون بده، اون وقت اختار 30 ثانیه رو برای او درخواست میکنه. بازرگان افسر میکنه دست رو به زیر کتف ببره. حالا عطری جهت رو عوض میکنه، یک قوس کردن و یک بار دیگه زیرگیری رو نشون میده. نمیدونم چرا زیر رو کامل اجرا نمیکنه، انگار تا نیمه های راه میره و پشیمون میشه. صدیقه نخست تمام میشه. دو کشتیگیر به کنار تشک میرن تا به استراحت بپردازن. اینجا مربیان آذربایجان رو میبینید که با کشتیگیر خودشون صحبت میکنند و در سوی دیگر هم بهنام احسان‌پور و پژمان درستکار رضا عطری رو آماده میکنند. بله، صحبت های پژمان و راهنمایی او تا بتونه یک سه دقیقه دیگر رو هم پیروز بشه. پژمان درستکار در کار کوچینگ و راهنمایی کشتیگیران در واقع توانایی های لازم رو داره. بگذاریم از اینکه دیروز با بد حادثه ما در مقابل امریکایی ها باختیم، ولی در سایر رقابت ها کشتیگیران ما باخت آنچنانی نداشتند و خیلی از کشوران صاحب سبک و صاحب کشتی در مقابل کشتیگیران ما مغلوب شدند. ما فقط در مقابل امریکایی ها در واقع کشتی خوبی رو دیروز نگرفتیم، سه دیدار رو باختیم، اما امیدواریم امروز در دو دیداری که داریم بتونیم پیروز میدان بشیم و
مصطفی آقاجانی هم اشاره کرد که حریف رو ما آنالیز کردیم و به هر حال در بحث آنالیز هم اشاره‌ای به موفقیت‌های کشتیگیران با آنالیزی که از حریفان کردند رو داشت. یک لحظه بازرگانوف میاد پیش می‌اندازه. کاملا بسته مبارزه میکنه اتری و به این شکل اگر بخواد مبارزه کنه اخطار 30 ثانیه برای او درخواست خواهد شد. ببینیم بله، حالا اون اخطار 30 ثانیه که اشاره کردم بلافاصله برای کشتیگیر ما درخواست میشه و حالا بازرگانوف اینجا زیر رو میره که بگیره. عکس العمل بازرگانوف، اتری میخواد که حتی اون یک امتیاز رو نده. یک بار دیگه حمله میکنه، پای حریف را منطقه قرمز خارج میکنه. بارکلا به رضا عطفی که با این یورش هم یک امتیاز رو به دست میاره، هم اخطار 30 ثانیه رو ملغا میکنه. دیگه 30 ثانیه‌ای وجود نداره، بنابراین کشتی در سر پا دنبال میشه. تجربه بالا این حکایت رو داره که عطفی میدونه که چگونه بایستی مبارزه بکنه. خوب کشتی گرفته، فنی، هوشیارانه، فرصت طلبانه این دیدار رو در مقابل بازرگانوف تا اینجای کار اداره کرده و حالا بایستی به همون شکلی که بلد کشتی بگیره مبارزه خودش رو دنبال بکنه. نبایستی اجازه بده حریف دست رو به زیر کتف بکنه، اصلا اجازه عبور رو نداره. عکس العمل های به موقع، ببینید پا رو عقب میده، خیمه خوب، دست رو جلوی زانو گذاشته. این حکایت از این داره که کار کاملا فنی داره اجرا میشه. هیچ ایرادی ما نمیتونیم به این عکس العمل و به این دفاع رضا عطری بگیریم. دست رو جلوی زانو گذاشت، وزن رو روی سر و گردن منتقل کرد و با این دفاع قشنگ و خوب کاری کرد که داور کشتی رو سر پا اعلام بکنه و یک بار دیگه میره که زیر دو خم رو بگیره. 50 ثانیه 4-0 جلو هست و همچنان رو به جلو کار میکنه. رضا خیلی خوب مبارزه کرده، در دیدار اول موفق شد مقدونیه رو 11-1 شکست بده با اقتدار و اینجا هم ببینید چقدر خوب عکس العمل از خودش نشون میده. کشتی رو حالا اداره میکنه، همون هنری که بایستی اکثر کشتیگیران داشته باشن، مدیریت بر روی تشک رو بلد باشن. رضا این رو میگن مدیریت بر روی تشک، اداره کشتی، و با این هنر کشتی رو با نتیجه 4-0 قطعا میتونه به سود خودش تمام کنه. در 10 ثانیه پایانی در کش و قوس کار حتی حریف رو یکی دو بار هم قوس میکنه. ببینید میدونه حریف برای زیر میخواد بیاد، بلافاصله عکس العمل خیمه و زنگ پایان این دیدار حساس و نفسگیر، یک پیروزی ارزشمند در مقابل یک کشتیگیر از آذربایجان. آذربایجانی هایی که کشتی بلد هستند و غالبا هم از کشتیگیران تراز اول دنیا دعوت میکنند که در تیمشون بیان کشتی بگیرند. و نظر بهنام طیبی عزیز، بله.